درود و وقتتان بخیر خوش آمدید به خبر امشب چهارشنبه دهم ماه سنبله سال 1395 هجری خورشیدی که برابر میشه با 31 آگوست سال 2016 میلادی تا خبر خبرها توافق آمریکا و هندوستان به حمایت از حکومت افغانستان توافق کردیم که برای تقویت حکومت وحدت ملی در افغانستان با هم دیگر کار کنیم من مکالمات شخصی با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله داشتم ما آنان را تشویق به حل اختلافات موجود می نگرانی مقام های ناتو از ضعف رهبری و موجودیت فساد در نهادهای امنیتی افغانستان برخی از واحدهای پلیس فرماندهان ضعیف و فاسد دارند و این رهبران فاسد باید دور ساخته شوند و جزای ایدان برای صورت یک یک مقام دولتی کوریای شمالی من بیشن آریان وزیران خارجه آمریکا و هند برای تقویت حکومت وحدت ملی در افغانستان توافق بکار باهمی کردند همزمان با این وزیر خارجه ای آمریکا در دهلی نو گفته است که گفتگوهای سهجانبه میان آمریکا، هند و افغانستان در مجموع عمومی سازمان ملل متحد در ماه آینده از سر گرفته می شود. مبارزه با چالش های امنیتی، دریافت راه های حل مسالمت و میز جنگ و ایجاد حکومتداری خوب از نکات برجسته این گفتگوها است. جان کری یک افغانستان سلحامیز را به نفع آمریکا، هند و پاکستان می و از پاکستان می که در مبارزه با دهشت افغانان هم دست کشورهای دیگر شود فهیم نوری با جزئیات بیشتر با نزدیکی بیشتر مقام های ارشد واشنگتن و هند افغانستان از بحث های داغ وزیران خارجه امریکا و هند در دهلی نو است وزیر خارجه هند از توافق با امتای امریکاییش برای تقویت حکومت وحدت ملی افغانستان حرف میزند جان کری نیز نقش این را در تلاش برای حفظ اتحاد رهبران دولت افغانستان مثبت می داند. ما بحث های مفصل در مورد تحولات در منطقه خود به ویژه افغانستان داشتیم ما توافق کردیم که برای تقویت حکومت وحدت ملی در افغانستان با همدیگر کار کنیم ما همچنان در تماس با حکومت وحدت ملی هستیم من مکالمات شخصی با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله داشتم ما آنان را تشویق به حل اختلافات موجود می کنیم من فکر می کنم که اشتراک هند می تواند به تقویت این تلاش ها کمک کرده و به دولت افغانستان پیرامون اهمیت اتحادشان تاکید کند وزیر خارجه امریکا همچنان از آغاز دوباره گفتگوهای سه جانبه واشنگتن، دهلی نو و کابل سخن می زند که تمرکز آن رسیدگی به وضعیت افغانستان و حل مسالمت آمیز جنگ است. برای تصریح نقش دو جانبه ما به با عنوان بازیگران اصلی در عرصه امنیت و پیشرفت در منطقه ما گفتگوهای سه جانبه میان ایالات متحده هند و افغانستان را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ماه آینده از سر خواهیم گرفت انجام این کار ما را قادر می سازد که تعیین کنیم چگونه به بهترین وجه دستاوردهای گذشته در تأمین امنیت روستاها توانمندسازی زنان، آموزش دانش آموزان و ترویج حکومتداری خوب در سراسر افغانستان را تقویت کنیم. جان کری یک افغانستان اصل را به نفع امریکا این و پاکستان می داند و از پاکستان می خواهد که در مقابله صادقانه با دهشت افغانی هم دست کشورهای دیگر شود. با وضاحت داشتن یک افغانستان سلحامیز و باثبات که دیگر زیر سلطه طالبان و دیگر گروه های دهشت افغان نباشد به نفع هند، آمریکا، پاکستان و افغانستان است. من اخیرا با نخست وزیر و جنرال راهل شریف در مورد نیاز پاکستان به محروم ساختن هر گروه از پناهگاه داشتن صحبت کردم. این واضح است که شبکه حقانی و دیگران از بخش های غربی این کشور فعالیت کردند. لشکر طیبه یک تهدید است. حیاتی است که پاکستان به کشورهای دیگر در مقابله با این چالش بپیوندد. وزیر خارجه امریکا همکاری این با افغانستان را فوقلاده مفید دانسته و دهلی نو را بانی پروژه های زیربنایی عمده افغانستان خوانده است. اخیرا واشنگتن روابطش را با بیشتر از پیش تقویت کرده و همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به هند وزیر دفاع این به واشنگتن سفر کرده است این در حال است که واشنگتن و دهلی نو از متحدان عمده افغانستان دانسته می شوند از چندی بدین این سو گزارش هایی در مورد اخراج پناهجویان افغان از آلمان بناشر می رسد. این که این مورد چقدر درست است و پناهجویان افغان و مهاجران افغان در آن کشور از چه وضعیتی برخوردار هستند بیشتر در همین مورد به آقای عارف فرحمن مسئول بخش آنلاین دری دویچوله آلمان که روی خط با ما وصل هستند بحث می کنیم آقای فرحمن خسته نباشین گزارش های اخیر چقدر واقعیت داره و حالا شهروندان افغانستان که به آلمان رفتن در چه وضعیتی قرار دارند با سلام به شما آقای آریان و بینندگان شما چنانچه اشاره کردین این روزها در آلمان و به ویژه در میان پناهجویان افغان بحث تسریع رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی و همچنین اخراج و بازگشت مهاجران افغان بسیار به شدت مطرح است به این معنا که برخی سیاستمداران آلمانی تاکید می کنند آن عده پناهجویان افغان که تقاضای پناهندگیشان رد شده باید به کشورشان برگردن گذشته از او مهاجران افغان شکایت دارند که امتیازاتی که برای مهاجران سوریه و برخ کشورهای دیگه در آلمان در نظر گرفته شده برای مهاجران افغان در نظر گرفته نشده از این نکات اگر بگذریم میزان قبولی مهاجران افغان در آلمان نیز تا حالا پایین بوده یعنی حدود 47 درصد بوده که این نیز مایه نگرانی مهاجران افغان در آلمان هست آقای فرمند، حالا سوال سوال اصلی هست که وزیر مالیه ایالت بایرن هم در مورد خروج بیشتر افغان ها سخن زده. چه فکر میکنین این مورد چقدر عملی خود بود؟ ببینین وزیر مالیه ایالت بایرن تنها سیاستمداری نیست که چنین اظهاراتی داشته. پیش از این وزیر داخلی آلمان فدرال نیز به وضاحت گفته بود که آلمان نمیتواند همه پناهجویان افغان بپذیره. البته با وجود اظهارات یک نکته واضح است که درخواستی های همه پناهجویان افغان به صورت فردی و دقیق بررسی میشه و مسئله خروج یا بازگشت متوجه ای او افغان است که درخواستیشان در آلمان رد میشه. از نظر قانونی هر پناهجویی که تقاضای پناهندگیش در آلمان رد میشه باید در ظرف یک مدت معینی کشور ترک کنه اما پروسه اخراج خصوصا اخراج افغان ها از نظر فنی یک کار بسیار پیچیده است چون آلمان پناهجویان را تنها میتونه به با کشورهای بازگشت ده یا اخراج کنه کو کشورها به اصطلاح مبدای امن درجه بندی شده باشه که افغانستان فعلا شامل کشورها نیست با توجه به این اصل تصور نمیشه که اخراج مهاجران افغان به سادگی عملی شود البته برخی مقامات آلمانی از جمله وزیر داخله آلمان چنین استدلال کرده که درسته که افغانستان امن نیست اما مناطق امنی در افغانستان وجود داره که پناهجویان می در اونجا زندگی کنه اما یکی ای ای پناهجویان در کدام مناطق و به چه شکل اخراج میشن هنوز در آلمان نیز روشن نشده حالا با پناهجویان افغان در آلمان شما صحبتی داشتین اگر صحبت کردین مهمترین تشویششان دقیقا چه بوده و چه هست بله ما در, در جریان کارهای خبرنگاری ایمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم روزمره با مهاجران مقیم آلمان در تماس هستیم آنها دو تا نگرانی عمده دارند اگر از سایر موارد بگذاریم اولی که آنها نگران سرنوشتشان هستند آنها ماها و شاید تعدادشان بیشتر از یک سال هست که در آلمان انتظار میکشند اما هنوز سرنوشتشان معلوم نشده یعنی نگرانند که مبادا دوسیه پناهندگیشان رد شده و به کشورشان پس فرستاده شوند نگرانی دومی که آنها دارن از شرایط زندگی فعلی در داخل آلمان است بسیاری پناهجویان افغان احساس میکنند که به مهاجران کشورهای سوریه و عراق اولویت داده میشه و افغانها به امتیازات مانند کورس های زبان و همچنان کورس های ادغام اجتماعی دسترسی ندارند. نکته اینجاست که بر اساس یک فیصله حکومت آلمان مهاجران او کشورهایی که پذیرش تقاضای پناهندگیشان بالای 50 درصد هست در کتگوری دستبندی شده که به اصطلاح دورنمای خوبی بریماندن در آلمان دارند. این مهاجران که بفر مثلا شامل سوریایی ها میشن حتی پیش از این که سرنوشتشان یا دوسیه پناهندگیشان معلوم بشه کرس زبان و ادغام اجتماعی به اونا داده میشه اما از آنجایی که میزان قبولی افغانها در آلمان تا حالا 47 درصد یعنی زیر 50 درصد است افغانها از این مزیت بهرمن نمیشوند هرچند که اطفال, افغان، اطفال مهاجران افغان نیز مانند دیگر اطفال مهاجرین حق دارن که به مکتب برن و همچنان یک تعداد کورس های پراکنده ای نیز برای مهاجران افغان وجود داره ممنون آقای عارف فرحمند لطف کردین از شما بسیار تشکر سلامت باشین و حال ادامه مجموعه خبری فرمانده ماموریت حمایت قاطعی در افغانستان میگوید فرماندهان برخی از واحدهای پلیس ضعیف و با فساد آلوده بوده و ایجاد هر گونه تحرک در صفوف نظامیان افغان وابسته به بر رهبری درست و از بین بردن فساد اداری در این نهادها است جنرال جان نیکلسون همچنان بر حفظ بیش از 12700 سرباز خارجی پس از سال 2016 در افغانستان تاکید میکند در همین حال نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید اکثر سربازان پلیس با افراد وفاداران که با آنان رابط سیاسی دارند رئیس اجرایی حکومت نیست موجودیت فساد در نهادهای امنیتی را چالش میداند. فعاد گزارش میدهد. فرمانده معموریت حمایت قاطی در افغانستان اینجا بار دیگر تعهدش به حمایت درازمدت مدت از نظامیان افغان را تازه می سازد. این جنرال چهار ستاره آمریکایی که از تشدید جنگ ها وجود فساد در نهادهای های امنیتی سخت نگران است می گوید تنها در ماه گذشته میلادی 900 سرباز افغان در جنگ با طالبان کشته و زخمی شدند. برخی از واحدهای پلیس فرماندهان ضعیف و فاسد دارند و این رهبران فاسد باید دور ساخته شوند چنان که سربازان افغان میگویند اگر فساد را از بین نبریم فساد ما را نابود خواهد کرد با وجود پیشرفت ها کارهای زیاده برای انجام دادن داریم و ما در این را با شما هستیم افزایش تحرک در نظامیان افغان و وابسته به رهبری درست و از بین بردن فساد است فرمانده معموریت حمایت قاطع همچنان بر تقویت حضور زنان در صفوف پلیس تاکید کرده و توانمندی پلیس را برای تامین سال یک نیاز جدی می داند. بیشتر از 12700 نظامی بین‌المللی فراتر از سال 2016 در افغانستان حضور خواهند داشت. همچنان دادن صلاحیت های بیشتر به نظامیان امریکایی از سوی رئیس جمهور اوباما زمینه را فراهم می سازد که ما با دشمن بجنگیم و این صلاحیت ها با استخبارات خوب پلیس و ما این اجازه را می دهد که افغانستان را آری از گروه های افغان و افراد بسازیم در این میان نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آستانه پایان ماموریت پلیس این اتحادیه در افغانستان نیست بر پیکار جدی با فساد اداری در نهادهای امنیتی افغانستان تاکید می کند. <applause> بیشتر سربازان پلیس با امرینشان وفادار نبوده بلکه بیشتر به کسان وفادار هستند که با آنان روابط سیاسی دارند و سیاسی بودن پلیس بزرگترین چالش در برابر پیشرفت آنان است همچنان عدم رهبری خوب مسئولیت پلیس را پایان آورده و روی روحیه و توانایی های آنان تاثیر منفی میگذارد رئیس اجرایی حکومت نیز تلاش ها برای وارد کردن اصلاحات در نیروهای پلیس را بسنده نمیداند مبارزه با فساد اداری یک مسئله نیست که ما در کاغذ وعده باید بتیم این فساد اداری سبب میشه که از نان امو کم بشه لباسش به موقع برش نمیرسه و ده ها مسائل دیگر. خب در تمام عرصه ها ما امیدوار تغییر هستیم تغییرات آغاز شده اما کافی نیست متاسفانه امروز فساد با اشکال مختلف دامنگیر دولت و جمله پلیس ملی میباشد و تمام امور و حکومت را با مشکل مواجه ساخته است برای مبارزه با فساد نه تنها عزم راسخ رهبری سیاسی نیاز است بلکه میکانیزم ها ساختارها و پروسیجر های کاری نیز باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد رئیس اجرایی حکومت همچنان تاکید دارد که دشمنان افغانستان هیچ اعتقادی برای مذاکره و صلح نداشته و تا زمانی که حمایت های بیرونی از گروه های شورشی ادامه داشته باشد ناامنی نیز همچنان دامنگیر افغانستان خواهد بود فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید تلاش های آموزشی و مبارزه با دهشت افغانی آنها در افغانستان در مقابله با داعش و افزایش توان نیروهای افغان موثر بوده است این جنرال چهار ستاره آمریکایی ابراز اطمینان می کند که تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای حفظ اکثر سربازان آمریکایی در افغانستان و صدور جواز حمله بالای داعش سبب پیشرفت های بیشتر نیروهای امنیتی افغان خواهد شد وی این میافزاید در سفرش به افغانستان تحت تاثیر مهارت اراده و ایستادگی نیروهای امنیتی افغان قرار گرفته است نظیر کریمی از واشنگتن گزارش میداد جنرال چار ستاره امریکایی که اخیرا از افغانستان دیدار کرده در وزارت دفاع امریکا هرچند از وجود چالش های دشوار در مقابل نیروهای افغان سخن میزند اما میگوید ماموریت آموزشی و همکاری های آنها در افغانستان مؤثریتش را ثابت کرده و ضربه سخت به داعش زده است تلاش های ما در آموزش، مشورت دهی کمک و مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان نیز موثر واقع می شود که شامل تلاش ها داعش در افغانستان است. من در دیدار که اخیرا از افغانستان داشتم تحت تاثیر مهارت ها اراده و مقامت نیروهای افغان قرار گرفتم. عملیات مشترک اخیر ما علیه داعش سبب تخریب 25 درصد نیروهای آنها شد. این جنرال امریکایی مطمئن است که با تصمیم اخیر رئیس جمهور امریکا در مورد حفظ سربازان و دادن صلاحیت های بیشتر به نیروهای امریکایی مسیر پیشرفت های نیروهای افغان را تقویت می کند. Obama, با تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای حفظ 8400 نیروی آمریکایی تا سال 2017 با دادن صلاحیت های بیشتر که به ما اجازه هدف قرار دادن شاخه خراسان داعش را داد و با همراهی نیروهای افغان من مطمئن هستم که شاهد ادامه تقویت تحرکات آنها باشیم ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا می گوید واشنگتن و کشورهای ائتلاف سرمایه گذاری فوق العاده ای را در 15 سال گذشته در افغانستان کرده اند. این در حال است که شدت ناامنی در شمال افغانستان بیشتر شده و در برخی موارد اتا مخالفان مسلح دولت موفق به تصرف ولسولی ها شدهاند. فرماندهی گارنیزیون کابل می گوید در چهلومین روز گرامی داشت قربانیان جنبش روشنایی شهروندان حق تجمع در سطح شهر را ندارند. همچنان این ارگان امنیتی تاکید می‌ورزد که با در نظر داشت لایحه موجود در مساجد اعضای این جنبش می توانند از مصلای شهید مزاری و دیگر اماکن اسلامی تنها به منظور فاتحه‌گیری استفاده کنند گارنیزیون کابل می گوید در صورت خلافورزی افراد متخلف از سوی پلیس مورد بازپرس جدی قرار خواهند گرفت پیش از این دومین اعتراض جنبش روشنایی در چوک دهمزنگ با حمله انتحاری متوقف شد و اعضای این جنبش گفتند که پس از تکمیل شدن چهلمین روز قربانیان دو اسد جنبش روشنایی برای تغییر مسیر برق ترکمنستان اعتراضشان را ادامه میدهند گارنیجون کابل و تمام نیروهای شامل تیم امنیتی آن خود را متعهد برای تعمین امنیت برگزاری همه مراسم در شهر و همه کابل دانسته از جمله آماده است مراسم چه، چهلمه شواهدای د مزنګ را در مساجد او تکایا تامین امنیت نماید چې با نظرداشت تهدیدات امنیتی کډر پایتخت کشور وجود دارد هر نو تجموع غیر هماهنگ او خلاف مصالح ملی و منافع نظم امان جدا ممنوع بوده و هکذا با در نظرداشت تجارب قبلی با عاملین و مسسببین اقدامات مخالف قانون برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت. اتاق تجارت و صنایع در کابل نمایشگاهی را زیر نام لیلام برگزار کرده است. این خبر تا دقایق دیگر. برای نشر پیام های بازرگانیتان با ما تماس شوید. برای نشر پیام های بازرگانیتان با ما تماس شوید. اتاق تجارت و صنایع در کابل نمایشگاهی را زیر نام لیلام برگزار کرده است. هدف برگزاری نمایشگاه عرضه تولیدات به مناسبت عید قربان با قیمت نازل گفته شده است. معاون اتاق تجارت می گوید وزارت تجارت در گشایش این نمایشگاه سهم نگرفته است و در افتتایی آن مقام ها نیز شرکت نکردند. حسین بار است که به مناسبت عید نماجگاه در کابل برگزار می شود در نمایشگاه لیلام پنج شرکت افغانی و ترکی شرکت کردند این نمایشگاه در یکی از مراکز تجارتی شهر نو برگزار شده برای 12 روز ادامه می یابد سی ما این صاحبان وزارت تجارت هستند یکش باید می آمدند این نمایشگاه باید اشتراک کند. که ما سخت فکر کنیم. یک شب می آمد این نمایشگاه اشتراک میکردند مردم افغانستان همین تاجران افغانستان می دهی. دای روزای را راد ان 2 دایخه دا بنهښ میګرز د سینا د سیمو این بهتیاق موینیش وزیر صاحب خودش مې تشریف میاور د سدګری چارو وزیر د اقامت نه لکه و چی د سدګارانو د تشویق لپاره او خندارز د انداسو نمائشګاو د جوړول لپاره دوی ونډه وخت د هر مينال شماره از اعضای شورای ملی میګوید غیابت مسئولان وزارت تجارت را در هنګام افتتاحی نمائشګا انتقاد میکنند امید است که در چورین نمایشگاه در آینده ها اشتراک داشته باشد تا تشویق شود و مردم بفهمه که اتاق تجارت وزارت تجارت و های اقتصادی در این مورد تشویق شود شرکت کنندگان نمایشگاه خواستار برگزاری نمایشگاه های بیشتر می باشند اگر نمایشگاه فرض از دو نمایشگاه سه نمایشگاهی که در سال می از این زیادتر باش هنوز ما به خاطر از اینکه رونق پیدا میکنه صنایع تولیدی ما بازارگانان به با حکومت می گویند اگر با سکتور خصوصی همکاری صورت نگیرد اندک اندک سرمایه گذاری هایی که وجود دارند نیز خاتمه خواهند یافت کار 5 پروژه جاده در در های گونگون تکمیل و بزودی به زودی به بهرهبرداری سپرده خواهد شد سخنگوی وزارت فوایدعامه با ابراز این مطلب می گوید که کار تدارکاتی 11 پروژه دیگر جادهسازی نیز آغاز شده و پس از بررسی ها به شرکت ها سپرده خواهد شد در همین حال سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید تا اکنون بیش از هزار کیلومتر جاده های روستایی در سراسر کشور احداث شده که توانسته است مشکلات زیادی از روستانشینان را حل کند رفی صدیقی گزارش میدهد پروژه های زیاد جاده سازی از سوی وزارت فواید عامه روی کار است و قرار است تا بسیاری از ولسوالی ها به مرکز های ولایت ها وصل شوند وزارت فواید عامه با ابراز این مطلب می گوید که کار جاده سازی 35 پروژه در حال تکمیل شدن است و به این پروژه ها به بهره برداری سپرده خواهند شد 36 پروژه ما آماده افتتاح هستند که کارایشان در همین سال به اتمام رسیده و از جمله 36 پروژه ما یک پروژه ما افتتاح شدن و 35 پروژه ای ما ماندم که در ولایت های مختلف افغانستان هستند و از جمله پروژه های بزرگ وزارت فایده ماست که انشالله اونا هم با وقت و زمان مشخصشان کارایشان آغاز خام شدن در همین حال سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات تاکید میورزد که توجه جدی به سکتور و ترانسپورت از اهداف اساسی این وزارت است و تا کنون بیش از 50 هزار کیلومتر جاده های روستایی از سوی این وزارت ساخته شده است تای تا چند سال گذشته وزارت هیان ها با شمول پروژه که بر سال مالی ستناد در سکتور ترانسپورت تکمیل شده تقریبا پینجا هزار کیلومتر سرک دهاتی را در سراسر سر افغانستان ساخته و در حال حاضر دسترسی مردم دهات به سکتور ترانسپورت پینجا وشت درصد است وزارت های فواید عامه و انکشاف دهات تاکید می که در کنار پروژه های جاده سازی پروژه های خرد و بزرگ دیگر مثل ساخت پل ها، بند های آبگردان و رسانیدن آب آشامیدنی را در شماره از ولایت ها تکمیل کردند. چند رویداد کوتاه از جهان هم تا دقایق دیگر. برای نشر پیام های بازرگانیتان با ما و تماس شوید. برای نشر پیام های بازرگانیتان با ما تماس شوید. چند رویداد کوتاه از جهان یک مقام ارشد دولت کره شمالی اعدام شد و دو مقام دیگر توبیخ شدند منابع در کره جنوبی گفتند کیم یونگ جین معاون نخست وزیر کره شمالی در امور معارف اعدام شده است به اساس گزارش این مقام دولتی به دلیل اینکه در یک مراسم عمومی با ظاهر یاس آور و سرخورده از ظاهر شده بود اعدام شده است در همین حال دو مقام دیگر نیز توبیخ شدند دولت کره شمالی تا کنون این خبر را تایید نکرده است. وزارت دفاع روسیه میگوید ابو محمد الاتنانی فرمانده ارشد گروه داعش در عمله اوایی این کشور در حلب سوریه کشته شده است. با گفته وزارت دفاع روسیه در این عمله چهل شب نظامی داعش کشته شدند. وزارت دفاع امریکا اتنانی را سخنگوی گروه داعش و معمار عملات خارجی این گروه خوانده است. و کشته شدن وی را ضربه محکم به گروه دایش توصیف کرده است پیش از این امریکا برای کشتن اتنانی 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود دایش کشته شدن این فرماندهشان را تایید کرده است دولت قزاقستان اعضای سه گروه شعب نظامی اسلامگرا را در این کشور بازداشت کرده است کمیته امنیت ملی قزاقستان گفته است ده مزنون در غرب و یازده مزنون را در شمال غرب این کشور بازداشت کردند. با گفته این کمیته انگام بازداشت از منزل این افراد سلا و مهمات نیز به دست آمده است و گفته پلیس قزاقستان این افراد مشغول برنامه‌ریزی برای عملیات تروریستی علیه غیر نظامیان و نظامیان در این کشور بودند خبرها و پایان رسید اما برای دریافت این مجموعه خبری مهمترین خبرهای افغانستان و جهان و جزئیات بیشتر همین رویدادها سر بزنید به پایگاه خبری ما arianonews.ir Todi Dorabad, Allah Hafiz.